رهبری محترم، من نه آقازاده که روستازاده ای هستم از دل جامعه 120 هزار نفری شورایی کشور که با همان صداقت روستایی دردمندانه از آمال یک ملت میگویم. ملتی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی کمتر میخورد و کمتر میپوشد، اما با چشمانی بهت زده میبیند که مدیران به اصطلاح جهادیش چگونه فرزندان و خانواده های خود را راهی آمریکا و استرالیا و اروپا و کانادا میکنند و همینان در راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن با رگهای متورم گردن و چفیه بردو شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر میدهند. ملتی که هنوز نمی‌داند چرا حامیان مستضعفان و شهدا و محور مقاومت و ارزش‌های انقلاب به جای زندگی در جوار حرم شاه عبدالعظیم پایتخت جملگی به لواسان و شمیرانات و سعادت آباد کوچ می‌کنند و بر بلندای کوهستان مشغول صیانت از دستاوردهای انقلابند. لابد خبری دارند که من و شما نداریم. شاید دشمن معروف می‌خواهد از لواسان به ایران حمله کند. ملتی که صبورانه مهر می‌ورزد و نجیبانه می‌بخشد، ملتی که وارث تمدنی 7000 ساله و پیام‌آوران الهی است. هیچ یورش متجاوزانه‌ای به این کهندیار آریایی نتوانست و نخواهد توانست باورهای این مردم به حکمت آفرینش و دادار بی همتا را به چالش بکشاند. رهبری محترم، دلواپسان ما را از ماهواره و تلگرام و توییتر میترسانند و به اصطلاح خودشان ایمن میسازند، غافل از آن که ایمان این ملت با امواج نیامد که با پارازیت و فیلترینگ حفظ شود. رهبری محترم، گویا هنوز برخی نمیدانند شهدا و جانبازان و آزادگان این ملت که از شهریور 59 آهنگ گلوله و خون و شهادت نمودند در سال 57 متولد نشدند. شهدایی چون احمد کشوری، علی اکبر شیرودی، عباس درشتی، پرویز خلیلیان، جعفر مهدوی ملک کلاهی و عباس دوران از دل تبلیغات همه جانبه توده‌ای ها و اکثریت و اقلیت و مجاهدین و مارکسیست ها به قلب آسمان مریوان و هفت‌تپه و سومار و سوسنگرد و فاو و خرمشهر شتافتند، چرا که شرف و ایمان و آزادگی گوهر ایرانی است. با بخشنامه حاصل نشد که با گشت ارشاد دوام یابد و با گزینش قوام گیرد. و اما شما هم وطن معترضم، فروردین 58 98.2% از مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند. به سخن دیگر 1.8% بدان رأی ندادند. این یعنی اینکه منتقد نظام بودن جرم نیست، بلکه آشوب طلبی و آشوبگری خطایی است واجد عنوان مجرمانه. برابری حقوق زن و مرد، انتخاب دین و پوشش و سبک زندگی، کرامت انسانی، جامعه مدنی، احزاب و مطبوعات قدرتمند، حقوق شهروندی، حکومت قانون، فضای باز سیاسی از دل آتش و خون برون نمی آید که اگر چنین بود امروز می بایست عراق و سوریه و افغانستان پیشتازان دموکراسی باشند. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر نوای همدلی می سراییم، چون این کشور متعلق به ماست و هیچ صاحب خانه خانهش را ویران نمی سازد. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر دلسوزانه منطبق بر وصایای پیر جماران بانک نقد برمی آوریم که نظامیان باید به پادگان ها برگردند و اقتصاد می بایست به اهلش واگذار شود. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر خردورزانه استدلال می‌کنیم که نظارت استصوابی موجب صلاح و فلاح نیست و جز تضعیف ارکان مشروعیت، تخصص و وجاهت خانه ملت دستاوردی نخواهد داشت. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر مؤمنانه انذار می‌کنیم که حجاب خواهر من و دین برادر من مصداق روشن حریم خصوصی است و حاکمیت میبایستان را محترم شمارد. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر قانون مدارانه بر اجرای بیکم و کاست قانون اساسی از جمله اصل 59 در باب تعیین تکلیف موضوعاتی چون پاره اختلاف برداشت های فرهنگی، بن‌بست های دیپلماتیک، اصول حقوقی و مسائل و معضلاتی مشابه از طریق همه پرسی اصرار میبرزیم. و کلام آخر،
ما نافی عملکردهای شایسته پیشینیان نیستیم و نخواهیم بود، اما پذیرفته نیست. عملکرد بعضن غیر قابل دفاع بخشهای از حاکمیت امروز مستمسکی برای تطهیر استبداد پیشین گردد. استبداد در هر شکل آن پلشت و نکویده است و ما از آن تبری می‌جوییم، خواه با کروات خواه بی کروات. وقتتون تموم شد جان. چرا که نسل من میان خاکستر بمباران و موشک متولد شد. شاید به همین خاطر است که خاکستری می‌بیند و از آژیر قرمز بیزار است. نسل من از گفتگو نمی هراسد، زیرا که از تبار خدایگان سخن فردوسی پارسی است. نسل من دشمنی نمی بیند، چون تشنه دانشگاه و ورزشگاه است و این چنین است که مرزهای تمامی کشورهای دنیا و روی مغزهای این سرزمین باز است. به نسل پاسارگادی ایران زمین اعتماد کنید و در سپردن مسئولیت‌ها بدان بدون تفتیش دین و اندیشش لحظه درنگ نکنید. این نسل منجی ایران و نظام و سیلزدگان آقلا و لرستان و خوزستان و کم آبی سمنان خواهد بود، بیان که چوب حراج بر آبزیان خلیج فارس زند و خاک چند میلیون ساله کرمان و فارس و هرمزگان را به تاراج برند. پاینده و بهروز و سربلند باشد.